سلام و درود خدمت بینندگان عزیز و گرامی ما در سراسر دنیا. امیدوارم که روزگار خیلی خوبی رو دارید سپری میکنید و در این برنامه با ما همراه باشید و سرگرم بشید. امیدوارم که لذت ببرید از برنامه‌ای که برای شما امروز اینجا تهیه داریم میکنیم. مهمان امروز من آقای دکتر حمید روشن هستن که میخواستم معرفی کنم خدمتتون و مصاحبه گرم و شیرینی با ایشون داشته باشیم. همونطور که میدونید این برنامه در مورد ایرانیان موفق و معروف سراسر دنیا هست که امروز آقای دکتر روشن این لطف رو به ما کردن که باشون بتونیم مصاحبه داشته باشیم. امیدوارم که از برنامه ما بتونید لذت خوبی ببرید. جناب دکتر ممکنه خودتون رو معرفی کنید برای ما؟ مرسی، خیلی ممنون. من دکتر حمید روشن هستم تو اورنج کاونتی. ما در حدود 12 آفیس داریم از لس آنجلس تا سان دیگو و خیلی ممنون که دعوت کردین که من بیام اینجا. ممنون هستیم از لطف شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من میخواستم یه مقدار برای اینکه مردم آشنایی پیدا کنن، ممکنه لطف کنید بگید رشته تحصیلی شما چی بوده و دکتراتون در چه فیلدی هستش؟ بله، من کایروپراکتر هستم. بله، ولی دیگری های مختلف هم دارم. بله، ولی میجر من کایروپراکتیک. بله، بعد این 12 تا آفیسی هم که دارید آفیسای خدمات کایروپراکتر هستش؟ مالتا اسپیشالتی کلینیک، معمولا ارتوپیدیک، نورولوژی، سایکیاتریست، پین منیجمنت، کایروپراکتیک، اکوپانکچرست، آل اوف. درود بر شما. بعد میتونم بپرسم که این آفیس‌های شما همینجا لوکال هستن، در قسمت جنوب کالیفرنیا واقع شدن، کدوم مناطق بیشتر شما دارید بیزنس انجام میدید اینجا؟ از لس آنجلس هستش تا سان دیگو، تو رسیدا هست، تو لانگ بیچ هست، تو آناهایم، سانتا آنا، ریورساید، مورینو والی، فونتانا، سان دیگو، ویستا. بله، آفرین، درود بر شما. بعد میتونم برای اینکه داستان زندگیتون رو یه مقدار باهاش همراه باشیم بپرسم، شما وقتی که وارد امریکا شدین چند سالتون بود و آیا تنها اومدین یا با خانواده اومده بودین؟ وقتی که اومدم اینجا نزدیک 13-14 سالم بود، با خانواده اومدم. بله، بعدش با مادرم و برادرم و اینا. آفرین، خیلی عالی. خب این خودش موهبت بزرگیه که تنهایی وارد کشور غریب نشده بودین، محیط گرم خانواده باهاتون همراه بوده. بعد میتونم ازتون بپرسم اینجا پس دبیرستانتون رو اینجا حتما تموم کردید؟ بله، درسته؟ بله. بله، بعدم وارد دانشگاه شدید اینجا. کدوم دانشگاه تشریف میبردید؟ اول از لانگ بیچ سیتی کالج شروع کردم. بله، بعدش رفتم کرسته لانگ بیچ. بله، بعدش لس آنجلس کالج آف کایروپراکتیک. آفرین، آفرین، بسیار عالی، تبریک میگم. بعد میتونم بپرسم همین جان، این دوره تحصیلی برای شما آیا دوره سختی بود یا به راحتی طی شد براتون؟ میزان درسایی که بعد میخوندین، امتحانات، فشارهای ددلاینای ریسرچ و پیپر و اینا به چه صورت بوده برای شما؟ مدرسه که سخت نیست، به عمدا مدرسه بیشتر اینجا فانه، پارتی و همه. You're having a lot of fun. بیشترین استرس بعد از مدرسه است که میخواین کار کنین و درسته زندگی رو شروع کنین، ولی مدرسه که فانه. بلد، یه خود بعد درس بخونین. بله، از ساعت 8 صبح بعد درس بخونین تا یک بعد از نصف شب. بله، خیلی فاره. از 8 تا 5 و 6 که بعد بریم مدرسه کایروپراکتیک. بله، در حدود 8 ساعته. بعد از اونم که بعد بشینین تو خونه درس رو حفظ کنین و تا ساعت 1 و 2. در حدود هر سیمستری بعد 37 تا یونیت بگیرین، معمولا 37 تا 40 تا یونیت. خیلیه. بله، بعدش بعد از اونم بعد درس بخونین خونه. در حدود 4 سالم طول میکشه، مثل یه دونه فول تایم جاب دیگه. درسته. بله، بله، یعنی خیلی برنامه سنگینیه.
چطور شد شما انتخاب کردید که رشته رو کارپرکتری رو بخونید؟ از طریق خانواده بهتون پیشنهاد شد یا دوستان یا خودتون در جستجوی فیلدی که دوست دارین اینو پیدا کردید؟ به چه صورت بود؟ یا برای آیندهش بود یا مقامش بود؟ آیندهش که خیلی خوبه. وقتی که به کایروپرکتیک نگاه میکنین، همه رو میتونین کمک کنین بیسیکلی. وقتی که کسی بک پین داشته باشه، نک پین داشته باشه، سردرد داشته باشه، گردنش درد بکنه، پشتش درد بکنه، زانوش، با دستاش، هر جایی که درد بکنه، معمولا کایروپرکتیک خوبه و کمک میکنه. و من یه آقای دکتری بود که میشناختمش و همه رو کمک میکرد، اون یه خورده به من راهنمایی کرد که کایروپراکتر بشم. بعدش خودم رفتم یه خورده در موردش خوندم و فهمیدم که واقعا چیه، انجام دادم که خیلی میتونیم همه رو کمک کنیم. درست، درود بر شما. البته خدمت هموطنان عزیز، من فکر میکنم مثل این که در ایران این رشته کایروپراکتیک وجود نداره، شناخته شده نیست به اون صورت، و اگر همینجان لطف کنن یه مقدار توضیح بدن شما کاری که انجام میدید. من میدونم مثلا یکی از متدایی که درمانی هستش برای رشته کایروپراکتیک، ادجاست میکنید ستون فقرات مریض ها رو، گردنشون رو یا پشتشون رو، درست میگم؟ درست میگی. اتفاقا در ایران خیلی کایروپراکتر هم هست، کار میکنن، دوستای من هستن، خیلی هم موفق هستن، میگن که روزی 200-300 نفر مریض میبینن و خیلی هم موفقن و خیلی هم دارن کمک میکنن. جوری که کایروپراکتیک کار میکنه اینه که وقتی که شما تشریف میارین تو دکترز آفیس، یه دونه اگزم میکنین مریضو، در حدود یکی دو ساعت طول میکشه و پیدا میکنیم که کجا واقعا درد میکنه و دلیلش چیه. بله، گرفتگی هست یا از جاش خارج شده باشه مهره ها؟ بله، یکیش از اوناست. بعدش چک میکنیم که یه چیزای میجر پرابلم نباشه، که سرطان نباشه یا مریضی های دیگه نباشه. درسته. وقتی که واقعا فیگرات کردیم که مریضیشون چیه، جوری که تریتشون میکنیم اینه که میتونیم اجاستشون کنیم. بله، هر جوینتی، هر قسمت بدن انسان جوری مختلف میشه اجاستش کرد. اجاستم از میخوام برای هموطنان عزیز منظور جا انداختن هستش، احیانا اگر بخواهی منشو توضیح داده باشم از میخوام. بله، وقتی بعضی موقع ها استخونا یه خود جا به جا میشن، ما اجاستش میکنیم و مهره ها و دیسکا و جوینت ها و اینا. بله، بعدم در ضمن بینندگان عزیز، جناب دکتر انقدر گرفتار هستن که خودشون فرصت دیدن مریض ها رو ندارن و بیشتر مدیریت و بازرسی کلینیک ها رو انجام میدن، درست میگم؟ بعضی موقعی که اگر کیس های مریض های خیلی سختی باشن، مریض های خیلی بزرگ و خودمون میبینیم، ولی 99% دکترهای دیگه، ما در حدود 40-50 تا دکتر داریم که برامون کار میکنن. بله، اونا میبینن. بله، درود بر شما. بعد حمید جان، میتونم بپرسم شما این موفقیتی که در زندگی کسب کردید بیشتر به وسیله همون فقط رشته کاروپراکتریتون بوده یا از لحاظ مهارت‌های بیزنسی هم که دارید در کنارش موفقیت بیشتری تونستید برای خودتون کسب بکنید نسبت به کاروپراکترهای دیگه، فکر میکنید؟ کایروپراکتیک اصولا اینه که کمک بکنیم مریضا رو، چه پول داشته باشن چه پول نداشته باشن. بله، ما باید همه رو تریت کنیم. بله، احتیاج نیست که واقعا ببینیم مریض رو واسه پول. بله، ما کارمون اینه که فقط مردم رو تریت کنیم و بهتر کنیم. بله، بیشتر این که از لحاظ موفقیت که باید همیشه آدم تو آمریکا کار کرد دیگه. بله، کارهای مختلف باید اینوست کرد، کارهای مختلف کرد. منم که تو کارهای مختلف معمولا هستم و
درسته. انجام میدن. منظورشون از اینوست سرمایه گذاری هستش که حمید جان میدونم که سرمایه گذاری در همونطور که گفتن کمپانی‌های مختلف و رشته‌های مختلف دارند و چون مهارت خوب و هوش خوبی هم دارن مشخصه که تونستن به این وسیله موفقیت‌های چشمگیر برای خودشون کسب کنن. من جمله من مطلع هستم که ایشون در امور ملک و املاک هم خیلی سررشته خوبی دارن و میتونید توضیح بدید چطور شد اصلا افتادید توی مسیر ملک و املاک در کنار پزشکی و به چه صورت هست که پیشرفت کردین و آیا خوشحال هستید از میزان پیشرفتتون یا فکر میکنید هنوز به اون لولی که میخواید نرسیدید؟ شاید هم رسیدید یا بیشتر از اونم رسیدید. مرسی جوجو جان. آره من تو کار املاک هم هستم. بله. معمولا جوری که شروع کردم اینه که تو تمام دنیا زمین خیلی کمه. درست. فقط آدم ها زیادتر میشن. درسته. وقتی که آدم میخواد پول در بیاره بهترین کار اینه که زمین بگیره، خونه بگیره و مردم هم هر روز میرم بالاتر. جوری که من شروع کردم اینه که یک روز رفتم دیزنیلند، یه دونه گراف بود، یه دونه چارت بود که قیمت خونه ها رو از 1700 نشون داده بود تا الان و وقتی اون چارت رو نگاه کنین از 1700 تا الان همیشه اینطوری رفته بالا، هیچ وقت نرفته پایین. بعدش هم چون که اینفلیشن هم تو دنیا زیاده، تورم. در حدود تورم 4%، در نتیجه همه چی باید بره بالا. شما هرچی امروز بگیرین فردا بیشتر میشه. بعدش هم وقتی که قیمت ملک میره بالا، هر دفعه که میره بالا نباید واقعا تکس هم بدین، چون که قیمت میره بالا ولی شما نمیفروشین که مالیات بدین. بله. وقتی بفروشیم مالیات رو میدیم، ولی همینطوری ثروت که چه ارز کنم، ولی قیمت خونه همینطوری میره بالا. بله. واسه همون من ملک رو خیلی بیشتر دوست دارم تا چیزای دیگه. بعد میتونم بپرسم ازتون چجوری این املاک رو انتخاب میکنید؟ آیا کسی هستش، مشاوری دارید که اون براتون چیزایی که فکر میکنه برای شما میتونه سرمایه های خوبی باشه به شما پیشنهاد میکنه و از اون طریق انتخاب میکنی یا اصلا خودتون همه اینا رو پیدا میکنید و خریداری میکنید؟ من یک زمان یک کتاب خوندم که نوشته بود، حالا از بینن از همه سوال میکنم، میگفتش که اول از خودتون بپرسین چند تا دست دارین. من گفتم دوتا. بعدش گفته بود چند تا فینگر دارین، انگشت 10 تا. بله. بعدش چند تا مغز دارین که 1 دونه. بله. بعدش تو این مغز چند تا سلول هستش. سلولای مغز has billions and billions. بعدش نوشته بود که اگر از این تمام سلولای مغزتون فقط 20 تاشو 30 تاشو استفاده کنین. بله. 2-3 برابر دست و فینگره. بله. پس most of the time بعد بشینین فکر کنین که چه شکلی یه کاری بکنین که پول در بیاد توش. بعدش همونطوری شروع کردم. وقتی هم سوالی که کردین که چه شکلی این ملکا رو میشه پیدا کرد، خیلی راحته. هر جا ملک بخرین میره بالا، حالا خوب باشه یا بد باشه. بله. بد باشه زیادتر میره بالا، خوب باشه کمتر میره بالا. بله. ولی بیشتر مردم زودتر میخرن، ولی اگه بد باشه زیادتر میره بالا. بله. و همین شکلی قیمت ها میره بالا. درسته. حالا هر جا هست، چه خوب چه بد. شما آیا مواظب روند میزان ارزش ها هستیم؟ یعنی موقعی که ارزش ملک پایین میفته معمولا شما اینا رو خریداری میکنید که جا داره برای رشد و بالا بردن میزان سرمایتون، یا اینکه در هر موقعی اگر فکر کنید اونجا جای خوبی هستش برای سرمایه گذاری اونجا رو تهیه میکنید؟ من معمولا
همیشه میخرم چه بالا باشه چه پایین باشه. ولی وقتی پایین باشه من بیشتر میخرم چون که قیمتش بالاتر میره. ولی اگر مثلا قیمت یک ذره بالا باشه حالا یه ذره بیاد پایین، مثلا هر چقدر هم که بیاد پایین فرق معامله، چون که بعضی موقع این پولا رو بعد قرض بگیرین فرق معامله فقط رو پیمنتش هست ماهی 300-400 دلار، ولی بعضی ها یه دفعه فکر میکنن آه داره میاد پایین، 1,000,000 اومده 500,000 دلار اومده پایین و من اینو بذارم بره، ولی 500,000 دلار که میاد پایین فرق معامله فقط ماهیانه پیمنتش میشه مثلا 1,000 دلار، اونقدر فرقی نداره که مثلا یه ملک آدم بده یه ملک با ارزشو بده که بره. درسته، بله. بعد میتونم بپرسم غیر از ریل استیت شما تو چه نوع چیزای دیگه توی استاک مثلا سهام کمپانی ها هم حتما سرمایه گذاری میکنید؟ درسته، بله. من استاک زیاد میخرم از 15 سالگی 16 سالگی، من همیشه استاک میخرم، ولی استاک رو باید واقعا وارد باشین که و خیلی ها نمیدونن چه شکلی استاک رو بخرن. استاک مارکت از اکچوالی my favorite. It's my favorite. فکر میکنم استاک مارکت بهتر از ریل استیت هم باشه بعضی موقع. درسته. قیمتش همیشه میره بالا، بعضی موقع هم میاد پایین، ولی اگه استاک خوب بخرین همیشه میره بالا دیگه، پایین نمیاد. استاک ساده. شما وقت از کجا استاکای خوب پیدا میکنید؟ کسی بهتون معرفی میکنه؟ نه، معمولا من در شب در حدود 160 تا وبسایت نیوز نگاه میکنم. واو. در حدود 3-4 ساعت طول میکشه. درست. 3 ساعت و تمام نیوز تمام دنیا رو نگاه میکنم. بله. بعدش 2 ساعت هم شبا نیوز تمام دنیا رو تو تلویزیون نگاه میکنم. پس مطالعات معلوم میشه مطالعات خیلی قوی و سنگینی دارن و خیلی هم دیسیپلین دارن در مورد اینکه این مطالعات رو همیشه انجام بدید. فکر میکنم پس هر شب به این وسیله هستش که بتونستم به موفقیت دسترسی پیدا کنم. بینندگان عزیز، یه مقدار ما الان میریم استراحت بکنیم، برنامه باز برمیگردیم خدمتتون. متشکرم ازتون، تا چند دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. سپاسگزار. ICN. بینندگان عزیز، برمیگردیم خدمت شما برای ادامه برنامه و ادامه مصاحبه امروز با آقای دکتر روشن. من میخواستم سوالاتم رو ادامه بدم. جناب دکتر، میتونم ازتون بپرسم که در مورد، البته قبل از اینکه بریم برای استراحت، شما در مورد استاک و سرمایه گذاریاتون داشتید صحبت میکردید، میتونم ازتون بپرسم که آیا فکر میکنید به وسیله استاک بیشتر موفقیت هایی که الان به دست آوردید تونستید تعداد آفیساتون رو بیشتر کنید مثلا و املاکتون رو بیشتر کنید، فکر میکنید بیشتر از طریق درآمدهای بهتر سرمایه گذاری سهام بوده یا املاک بیشتر شما رو به این لول موفقیت رسونده؟ مرسی. معمولا جوجو جان یه دونه بیزنس نمیشه به اینکه همه پول از یه جا اومده یا بله. همه موفقیت از یه جا میاد. معمولا یه مقدار بعد استاک انجام بدی، بله،
میره بالا، بعدش یه خورده ریال استیت انجام بدی میره بالا، یه خورده مدیکال انجام بدی میره بالا. بله. بعد کارهای مختلف بکنی. من معمولا یه خورده هم ایمپورت انجام میدم. آفرین، واردات. واردات انجام میدم تو آمریکا. از کدوم کشور؟ بیشترش از چاینا میاد. آفرین. بله. بعضی موقع هم از هندوستان میاد. آفرین. ولی بیشتر چیزا رو من از چاینا میارم. میتونم بپرسم چه نوع کالاهایی هستش که بیشتر مورد نظرتونه که وارد بکنید اینجا یا دارید میکنید در حال حاضر؟ الان یه مقدار من اسباب بازی بچه‌ها رو آوردم. آفرین. اون واقعا خیلی کمک میکنه. بله. بعدش کارهای مختلف، مثلا میتونین هرچی بیارین، مثلا پوشک بیارین مثلا بچه ها، اون خیلی کمک میکنه. و میتونم بپرسم شما این کالاها رو وقتی وارد میکنید اینجا توزیع کننده های عظیم و قوی رو خودتون آردی میشناسید که این کالاها رو براتون توزیع کنن به مغازه ها، یا به چه صورت این کار رو انجام میدید؟ برای بینندگان ما توضیح بدید لطفا. معمولا وقتی که من وارد میکنم، من یه گروپ آف مردم هستن که خیلی باهاشون کار کردم در حدود 25 ساله. وقتی که من بهشون زنگ میزنم دیگه همه شروع میکنن همون کار رو انجام دادن. بله. مثلا وقتی بهشون میگم که من مثلا سکیت بورد آوردم تو آمریکا و میخوام بفروشم، همه شروع میکنم فردا سکیت بورد فروختم. واو، چقدر عالی. That's how it happens. آفرین، درود بر شما. منظورش اینه به این صورته که انجام میشه. میتونم بپرسم در ضمن خیلی برای من مهم هستش که اینو از هر کسی که مصاحبه میکنم در اصل بپرسم، اگه اجازه بدید از شما هم دوست دارم بپرسم. حمید جان، فکر میکنین آمدن به آمریکا بهترین کاری بوده که انجام دادی تو زندگیتون؟ با خانواده اومدید به آمریکا یا ممکن بود جای دیگه ای رو در نظر داشتید اگه اونجا بودید بهتر بود یا نه؟ معمولا بله، آمریکا بهترین کشور روی زمینه به نظر من. بله. از هر لحاظی بگین بهترین کشور. بله. روی زمینه و من خودم آمریکا رو خیلی دوست دارم. بله. و فکر میکنم واقعا مردمش آدم های خوبی هستن. بله. همه رو کمک میکنن. بله. و هیچ وقت آدم فکر نمیکنه یه خارجی هست که توی آمریکا هست. بله. و همه چی واسه هر کی کار بکنه هست. اگه بخواییم واقعا کار بکنین تو آمریکا، اپورتونیتی هست که هر کاری بخواییم به هر جایی بخواییم برسیم، ولی باید کار بکنین. نمیشه من خونه بشینین و بگین که بله. چرا پول نمیاد. بعد واقعا آدم کار بکنه. بله. از شما حرکت، از خدا برکت. بله. پس فکر میکنم منظورتون این هستش که امکانات برای پیشرفت در اینجا خیلی بیشتر هستش، موقعیت و امکانات بیشتری میتونن داشته باشن افراد که در امریکا هستن، به نظر من استفاده خوبی ببرن. من خیلی کشورها رفتم تو دنیا. بله. و فکر میکنم امریکا امکاناتش بیشتر باشه تا تمام دنیا. بله. میدونم به خاطر همین هم هست که خیلی از هموطنان ما که خارج از امریکا در ایران یا کشورهای دیگه هستن علاقه اومدن به امریکا دارن، و من فکر میکنم به خاطر همین موقعیت‌ها و امکاناتی که وجود داره بتونن به اون وسیله در زندگی پیشرفت کنن، این علاقه در هموطنان دیگه‌مون هم وجود داره. میتونم ازتون بپرسم بهترین خاطره‌ای که از زندگیتون در امریکا دارین چی بوده؟ بهترین خاطره کجا بوده؟ بهترین خاطره موقع مدرسه رفتن دیگه. همش میتونه آدم پارتی بکنه. آها، خفن. خب دیگه نباید خوش بگذرونن یعنی. آره خوش بگذرونن. ولی وقتی که کارو شروع میکنی دیگه باید کار کنی دیگه، از صبح تا شب. آره دیگه. از صبح تا شب بعد بوده ای. و تو آمریکا هم الکی نیست، تو آمریکا همش میدونین که استرس هست. بله. اینطوری نیست که ما اینجا نشسته باشیم و فکر کنیم آه اینجا نشستن ریلکس و اینا. بله. از صبح تا شب معمولا تو آمریکا باید 24 ساعته کار کرد، 7 days a week. جای دیگه دنیا مثلا ممکنه شما 6 ساعت 7 ساعت 5 ساعت کار کنین و بقیهش برین و زندگی کنین راحت. بله. ولی تو آمریکا وقتی که شما ساعت 5 صبح پا میشین باید کار کنین تا بله. درست
ساعت 1 و 2 صبح. درسته. از صبح تا شب. بله. پشت کار خیلی مهم هستش. پشت کار مهمه. بله. و موقعی که زیاد کار نمی کنی و مسئولیتی زیاد نداری، اون موقع مدرسه رفتنه دیگه. درسته. خب آیا شب یا روز به خصوصی بوده در دوران مدرسه‌تون که فکر میکنید خیلی خیلی خاطره قشنگی شده براتون که بتونیم با ما در میون بذاریم؟ یه روز و دو روز نمیشه بعد نمیشه گفت، بعد هر روز باید خوب باشه دیگه. درود بر ایشون. پس عالیه، ایشون هر روز زندگیشون رو زیبا انجام میدن که خاطرات زیبایی ازش با خودشون. باید فکر کنین که همین امروز آخرین روزیه که زندگی میکنین دیگه. همینجا که نشستیم بهترین خاطره است دیگه. درود بر شما. بله، تمام این لحظاتی که الان هستش بعداً تبدیل به خاطرات میشه. کاملا درسته. میتونم ازتون بپرسم که شما آیا بچه دارین یا ندارید هنوز؟ ما یه بچه داریم که داشته باشیم. یه بچه داریم که لیدل پاپیه. سگ کوچولو داره. سگ کوچولو اسمش هست دوسی. واقعا پدرم اونم درآورده. از صبح تا شب ماچ میکنه و میخواد ببریم بگردونیمش و بله. اینا بهترین زندگی رو میکنه دیگه. لوسی رو لوسش کردید. آره، لوسی لوس شده دیگه. درسته. بعد همین جان میتونم اگه اشکال نداره در مورد خانومتون بپرسم، یه مقدار اطلاعاتی به ما بدید و بدونیم که این آقای موفق در مورد همسرشون هم که من شخصا میشناسم، خانم دکتر داروساز هستن، خانم بسیار نازنینی هستن، خودم شخصا علاقه بسیار زیادی دارم بهشون و میخواستم حمید جان اگه لطف کنن یه مقدار از موفقیت های ایشون هم صحبت کنن برامون. خواهش میکنم. مرسی، خیلی ممنون. آره، اونم واقعا شما رو دوست داره. متقابلا. بله، دکتر داروساز هستن، ایشون هم از صبح تا شب کار میکنن. دقیقا، خیلی سخت کار هستن. بله. روزی 700-800 تا پرسکریپشن انجام میدن. آفرین. نسخه. نسخه. واقعا سخته. 700-800 تا خیلی زیاده. بله. بازه یک پلیس انجام دادن که پروسسش کنن. درسته. چون هر کسی که میاد اونجا واقعا یه مریضی داره. بله. بعدش همون مریضی رو بعد بگی که چه دوایی بخوری چه دوایی واسه خوب نیست. درسته. اگه دوا رو اشتباهی بخورن مردم مریضتر میشن یا ممکنه از بین برن. دقیقاً. و ایشون از صبح تا شب بعد اینو تو مغزش بله. ببینه کدوم کار میکنه کدوم کار نمیکنه. حالا من با این میخواستم دلیلی که مسئله رو پیش آوردم میخواستم برای اینکه هم هموطنانمون ببینن که زوجهای موفق ما هر کدوم چقدر کارشون سنگین هستش و من فکر میکنم با ساعتهای طولانی که مشغول انجام وظایف کاریشون هستن از لحاظ زمانی که باقی میمونه وقتی منزل هستن با هم بتونن بگذرونن فکر میکنم خیلی محدود میشه و بعدم باید بخوابید که برای روز بعد و تلاشهای روز بعد آماده باشید. درست میگم؟ بله، از صبح تا شب باید کار کنی. بله. بعدش هم ساعت من مثلا از ساعت 6 صبح که پا میشم کار میکنم تا ساعت 12:01 ولی وسطش یکی دو ساعت آف میگیرم. آفره. که با خانمم صحبت میکنم و بله. میریم غذا میخوریم و اینا. فقط یکی دو ساعت. یکی دو ساعت. بله. بعدش هم دوباره برمیگردیم به کار. اون کار میکنه، من کار میکنم. بله. وقتی هم خونه هستیم اون تو اتاقش داره کار میکنه، منم تو اتاقم کار میکنم. متد زندگی آمریکا. بله. ویلکام تو آمریکا، یعنی در اصل آمریکا. خوش آمدید به آمریکا. آمریکا. بله. بعد حمید جان یه سوال دیگه من میخواستم از شما بپرسم. آقای دکتر روشن عزیز، میتونم ازتون بپرسم شما از لحاظ خب اینا بیزنسی و اینها، از لحاظ مسائل شخصیتون مثلا از لحاظ تغذیه و اینها، چون همه چیز بالاخره در زندگی آدم موفق فکر میکنم خیلی سنجیده تر انجام میشه، شما فکر میکنید که از لحاظ مسائل سلامتی خیلی مراقبت های به خصوص ویژه میکنید؟ چون میدونم سلامتی خوبی دارید و سلامتی خیلی مهمه که بتونید به بیزنستون رسیدگی بکنید و امور زندگیتون رو خوب پیش ببرید، کما اینکه اگر احیانا کسی سلامتیش در خطر باشه مطمئنا نمیتونه اونطور که باید به مسئولیت های کاری و بیزنسیش رسیدگی درستی بکنه. درست میگم خدمتتون؟ جوجو جان با این همه کار کردن فکر نکنم کسی بتونه
زندگی سالمی داشته باشه. ای وای بابا، ای وای، ای وای. خود اینکلودینگ خود من که انگزایتی میگیری، های بلاد پرشر میگیری، که همه اونا رو منم دارم. فشار خون بالا که من دارم. بعدش های کلسترول میگیری، انگزایتی میگیری. کلسترول بالا، اینا رو همه رو میگیری دیگه. با کار زیاد همه اینا میاد. اعصابت خرد میشه اینا. ولی باید همونجوری که خودت بیشتر میدونی، بله، غذای خوب آدم بخوره. درسته. غذای هلتی باید بخوره. درسته. اگر همه میتونن مثلا یه خورده این ور اون ور بکنن و غذای هلتی بخورن، درسته، مثلا به جای اینکه آدم چلو کباب برگ بخوره میتونه چلو کباب جوجه بخوره. اها. بعدش کلسترولش کمتره. درسته. یا مثلا میتونه سبزی بخوره یا میتونه، بله، یا خود کاهو. چون من میبخشید بینندگان عزیز، یادم میاد که یه بار در رستوران خدمتشون بودیم، روغن خواسته بودن بیارن برای سالاد و چک کردن، پرسیدن این روغن زیتون هستش یا نه، و معلوم شد روغن کنولا هستش، یه گیاهیه که قشنگ یادم امید جان مخالفت کردن و گفتن این سالم نیست، اینو نباید بدید به مشتریاتون بخورن. به خاطر همین بود این مسئله رو یادم بود پیش آوردم. میدونم که میتونه مورد استفاده برای هموطنان ما باشه که دقت بیشتری بکنن برای سلامتیشون. معمولا وقتی رستوران میرین جوجو جان، این رستوران ها غذای خوب درست نمیکنن بعضیشون. بعدش روغنی هم که استفاده میکنن معمولا خیلی روغنای بد استفاده میکنن. یه دونه همون مثلا شما میگی کانولا اویل، بعضی این روغنا رو اگه برین روی اینترنت چک کنین، معمولا اینا از روغن ماشین هم استفاده میکنن. واسه همین بعد بدونین، من معمولا قدیمی که میرفتم رستوران، اویل خودم هم میبردم، روغن خودم رو که استفاده کنم. چون که اینا بعضی موقع روغن اشتباه استفاده میکنم. پس مردم باید خیلی مواظب باشن. بله بعد مواظب باشین دیگه. بعد میتونم بپرسم ازتون، شما از لحاظ گردش، حالا با این برنامه سنگین کاری که دارید، هم شما هم خانمتون، برای گردش و مسافرت و اینا کجاها میرید، کجاها رفتید تا به حال، و چقدر در طول هفته یا ماه معمولا وقت برای گردش و مسافرت میذارید؟ جوجو جان، معمولا وقتی که این همه کار میکنی، از صبح تا شب داری میدوی، فکر نکنم وقت داشته باشی بری وکیشن. معمولا اونایی که واسه آدم کار میکنن بیشتر وکیشن میرن تا من. معمولا اون کارمندای ما سالی یکی دو بار وکیشن میگیرن میرن مسافرت، ولی من خود من پرسنالی اونقدر مسافرت نمیرم که کارمندان میرن. ولی هر روز بعد یه جوری باشه که فکر کنی که هر کاری که میکنی مسافرت دیگه. درسته. نمیتونی بگی که این کاری که میکنی کاره. بله. بعد معمولا همه چیزو از مسافرت معمولا، بله، فکر کنید. حالا بهترین مسافرتی که تو عمرتون کردین کجا بوده و با کی بوده؟ اگه یه خاطره خوبی تعریف کنید برای بینندگان ما، سپاسگزار میشم. بهترین مسافرت، مسافرت من با خانمم بود تو وقتی رفتیم کوستاریکا. کوستاریکا خیلی کشور قشنگیه. نمیدونم حالا شما تشریف بردید. نه نبردم. اوکی. کوستاریکا یه کشوری که واقعا زیباست. بله. بعدش از روز اولی که میرین توش، همون از تو ایرپورتش، فرودگاهش، انقدر جالبه که اصلا تا حالا تو زندگیتو ندیدین. اصلا بلی وقتی بلی که میرین، انگار نه انگار داریم وارد میشین، چون نه آجان هست، نه پلیس هست، نه سرباز هست. میایین بیرون و میرین سوار ماشین میشین و میرین. واقعا هتلاش هم که یه چیز بی سابقه ایه. آفره. مثلا ریزورت هایی که داره دم آب و اینا، هر کدومشون 30-40 تا رستوران داره تو هر کدومشون. بعدش هم اصلا یه چیز بی سابقه ایه. تا وقتی وارد میشین واسه تون درینک میارن، همه چی میارن. بعدش هم جای دیدنی قشنگ داره. بله. طبیعت زیبایی داره. طبیعت زیبایی داره. مردمش هم مردم خوبی هستن. آه، خیلی خونگرم هم مثل ایرانیان. بعدش وقتی که میرین جای دیدنش میبینین، مثلا یه لیک داره
تمام این کراک دایلو و الیگیتور ها اون تو هست. آه آره 10,000 تاشون اونجا بغلت نشستن. واقعا؟ آره واقعا. از اون قایق بیفتی پایین دیگه رفتی دیگه. آه مای گاد. بله چه خاطره زیبایی. آره بعدش بله خیلی قشنگه. درست. بعدش بله. وقتی که داری میری اون میمونا و جنگلا واقعا زیباست. یعنی فکر میکنید زیباترین جایی که بودین هم اونجا میتونید بیا کن؟ تمام دنیا زیباست. هر جای دنیا بگی زیباست. مثلا بله. نمیتونی بگی مثلا یه جای بد تو دنیا هست. مثلا درسته. ایران زیباست، آمریکا زیباست، بله. اروپا زیباست، کوستاریکا زیباست، مکزیکو زیباست. درسته. همه جای دنیا زیباست. فقط بعد ببینی تو قلبت چیه که واقعا لذت ببری. اگه قلبت واز باشه هر جایی باشی واقعا لذت میبری دیگه. آفرین بر شما. مثلا الانه که من و شما اینجا نشستیم قلبمون اینجاست داریم بلد. لذت میبریم. نمیتونیم بگیم که دوست نداریم ما اینجا نشستیم. درست میگی. بعد میتونم بپرسم شما در کل مسیری که تو زندگیتون طی کردین سخت ترین مرحله براتون در چه مقطع زمانیش بوده؟ بعد از اینکه تحصیلات تموم شده تازه میخواستید وارد دنیای کار و بیزنس بشید یا اون وسط ها بوده یا الان؟ و چه مسائلی سخت ترین مسائلی بوده که تو زندگی باش مواجه شدید و تونستید اون مشکلات رو پشت سر بذارید و ول ندید در اصلی مسائل؟ معمولا نمیتونی بگی که یک جای زندگی همیشه سخته، چون هر روز ما سالها زندگی کردیم و اینا هر روز یه اتفاق جدید میفته. درسته. هر روزش سخته. درسته. مثل یه دونه جاده میمونه که سوار ماشین شدین دارین میرین. درسته. بعدش یه خورده بامپ هست. این درسته. بامپ ها همیشه هست. بله. هر روز که آدم پا میشه، من که هر روز پرابلم داشتم. واو. هر روز خدا، هر روزش هم سخت‌تر از روز قبلش بوده. تا حالا بله. نشده بگم که مثلا امروز سخت نبوده. آه. هر روز سخته، هر روزم سخت‌تر میشه، در آینده هم سخت‌تر خواهد شد. بله. چون که ما هممون بزرگتر میشیم، بعدش بله. یواشتر میشیم، بعدش زندگی سخت‌تر میشه. بله بله. هر روز سخته. پس مشخصه که قاطعیت و پشتکار مهمترین عامل پیشرفت و موفقیت هستش، که این فکر میکنم سختی هایی که هر روز جلوی شما قرار میگیره شما اون رو به عنوان پله هایی به حساب میارید که روش پا میذارید که برید به پله های بالاتر برسید. بله هر روز که مثل رانندگیه، وقتی شما رانندگی میکنید جلوش همیشه یه خود بامپ هست، اون بامپ ها رو باید رد کنین دیگه. درسته. زندگی هم همیشه بامپ هست، هر روز یه چیز مختلف هست، چون کسایی که دور ما هستن هزاران میلیون ها آدم هستن. بله. هر کی هم هر روز یه پرابلم داره، در نتیجه هر روز پرابلم زیادتر خواهد شد. بله. بعد حمید جان من میدونم شما کلن افراد بسیار بسیار زیادی رو میشناسید و با خیلی هم بیزنس میکنید. میتونم بپرسم به چه صورت شما چه تصوراتی داشتین موقعی که وارد جامعه داشتین میشدین بعد از تحصیلات، از از این که آیا هدف محکمی داشتید که میخواستید حتما بتونید در جامعه با افراد مهم و هر کسی که ممکنه ارتباطات قوی بتونید و موفقیت آمیز برقرار کنید، یا اتفاقی رو همه پیش اومده براتون؟ هیچ چیزی که اتفاقی وجود نخواهد اومد. ما آه. تمام کارهایی که میکنیم خودمون تصمیم میگیریم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. درست. بعدش حالا ممکنه اتفاق بیفته یا نیفته، ولی بله. بیشتر کارا رو ما باید انتخاب کنیم. درسته. بعدش من جوری که فکر میکنم واسه هر کاری باید یه دونه کوچ باشه. معمولا وقتی آدم میخواد بره تنیس بازی کنه، بسکتبال بازی کنه، همیشه باید یه دونه کوچ داشته باشه. درسته. وقتی هم که آدم میخواد مغزش کار کنه باید یه کوچ داشته باشه. آفرین. من وقتی 18 سالم بود بله. دو سه تا کتاب خوندم. بله. با یه در حدود 3 سال سمینارهای مختلف هر هفته رفتم. آفرین. که چه شکلی این مغز رو به کار بندازی. میتونم بپرسم نویسنده این کتابا کی بوده؟ یا گیل دیل کارنگی. آفرین. بعدش یکی دیگهش که خیلی منو کمک کرد انتونی رابینز. باریکالا. من تمام چیزاشون رو انجام دادم. بله. زیگ زگلر. آفرین. جک سیلور. بله. این شخصا. آفرین. تمام سمیناراشون رو با تیپاشون رو
کتاباشون رو من انجام دادم. اتفاقا حمید جان من مطلع هستم که تمام این نویسندگان و سخنرانان مهمی که اسموردین تمام اینا کتاباشون اتفاقا در ایران ترجمه شده و هموطنان عزیز ما دسترسی به مطالب این کتاب‌ها در مملکت ما به زبان شیرین فارسی خود ما هم دارن آه. که خیلی خوشحال کننده هستش که ملت ما اینقدر خودشون به همه این چیزا دسترسی دارن و با ما جلو میان. بعدش وقتی این کتابا رو خوندم و اینا معمولا یه کاری میکنن که شما یاد بگیرین چه شکلی با مردم حرف بزنین. بله بله. من در حدود در تو فون بوک هم در حدود 9700 نفر هستم. واو خیلیه. و این 9700 نفر معمولا در تمام سال من با همشون صحبت میکنم. واو درود یا تلفن میزنم یا تکس میفرستم یا ایمیل میفرستم ولی یا میبینمشون. آفرین. ولی کانستنتلی من با همشون صحبت میکنم. توجه لازمه رو بهشون میدین؟ معمولا ممکنه در طول سال ممکنه به یکی زنگ نزنم ولی بله. یک دفعه زنگ میزنم و صحبت میکنم. درسته. و باشون شاید بیزنس بکنم یا نکنم یا هر بله. چیزی. بعد شما من ملتفت شدم که در آن واحد بیزنس های مختلف جدیدی رو همیشه پیدا میکنین، خیلی جزو پیشگامان افرادی هستین که فرض کنید یه چیز پزشکی جدیدی اگه اختراع میشه یا چیزای اینطوری شما خیلی سریع دسترسی دارید به اینها و جزو سرمایه گذارانش میشید و میخوام ببینم به چه صورت از طریق مطالعات روی اینترنت و اینها هستش به این مسئله دسترسی پیدا میکنید این 9700 نفر هستن که شما رو داخل این مسائل جلو میبرن؟ معمولا این 9700 نفر همشون یه کار مهمی انجام میدن و معمولا اینا به من میگن تا من پیدا آفرین. کنم. بله. الان این کمپانی جدیدی که من دارم نگاه میکنم و باشون کار خواهیم کرد بله. یه دونه پنکریاس مصنوعی درست کردم. آفرین. و خیلی مهمه. بله. این پنکریاس مصنوعی رو که درست کردن کاری که میکنه دیابتیز رو کمتر میکنه. آفرین. بهتر میکنه. آفرین. بعدش بلاد پرشر رو میاره پایین. درود. بعدش سرجیکال هم نیست، فقط بس وصل میکنی از بیرون بهش. واو. به دستتون بعدش بهتر میکنه. عالیه. بله این واقعا خیلی ها رو میتونه کمک بکنه. دقیقا. اتفاقا یه چند روز پیشم بله. یه نیوزی تو یاهو بود در موردش بله. و خیلی خوبه. آفرین. این یکی از جدید هست. بله. درود بر شما. بعد همین جا میتونم بپرسم که آیا شما هیچ وقت تو زندگیتون رویایی داشتین و که همیشه تو ذهنتون باشه به اون رویا برسید و آیا اون رویایی که اگر داشتین به اون رویاتون دسترسی پیدا کردید، به واقعیت پیوست اون رویا، یا هنوز رویایی هست تو ذهنتون که میتونید به ما در موردش داستانش رو تعریف کنید؟ جیجی جان رویا رویا معنیش اینه که دریم. بله بله. دریم هیچ وقت درست نمیشه، ترو نمیشه. بله. اگر تمام رویاها به وجود بیاد درست بشه بله. هممون واقعا یه چیز نابغه‌ای خواهیم بود. بله. معمولا این رویاها و دریم ها هیچ وقت ترو نمیشه. ممکنه تو برین من، تو مغز من یه چیزایی باشه ولی فکر نکنم هیچ کدوم از این چیزا به جایی برسه. آها. امیدوارم ولی برسه، چون همونطور که خودتون فرمودین قدرت مغز خیلی خیلی عظیم هستش و به وسیله مغزشه که انسان اول همونطور که خودتون گفتین اول تو ذهنش باید تصمیم بگیره که بتونه در دنیای خارج به اون اهدافش دسترسی پیدا کنه. واسه همین خب می‌خواستم ببینم آیا تو این چیزهایی که تو ذهنتون قرار میدید، اونطوری که من شخصیت شما رو شناختم بیشتر خواسته‌هاتون به واقعیت پیوسته تا اونجا که من میدونم. بعد برید دنبالش دیگه جوری. بله. معمولا وقتی برید دنبال هر چیزی بله. کار سخت بکنی بله. به جاش بهش میرسی. بله.
ولی خب لول تصورات هم فکر میکنم تأثیر مهمی داره، که آیا میخواید نمیدونم فرض کنید اگه کسی تو ذهنش بالاترین تصوری که داره، مثلا فرض کنید نمیدونم ساختن یه گلدون هستش، فکر میکنم خب دنبال اونو فقط میگیره. بهترین کار اینه که به جای اینکه تو مغزت باشه این رویاها رو بعد بنویسی، بعدش بزنی رو دیوار، هر روزم نگاهش کنی بگی من چه شکلی به اونجا میرسم. آفرین. بعدش هم بری دنبالش. بله. اگه این کارو بکنی به رویات میرسی. بله. این مسئله خیلی مهمیه. خیلی خوشحالم که اینو در اختیار هموطنان عزیز ما قرار میدی. مطمئنم خیلی ها اینو خودشون میدونن از قبل، ولی کن در عمل خیلی از ماها این کار خیلی ساده ولی بسیار مهمو انجام نمیدیم. و خیلی خوشحالم که شما اینو گفتید. من فکر کنم امروز اولین کاری که بکنم اگه به منزل رسیدم کاغذ و مداد بردارم، اون چیزایی که میخوام بنویسم بچسبونم به دیوار و روزی 3-4 بار خیره خیره بهش نگاه بکنم. بله. بعد همین جان یه سال دیگه که داشتم خدمتون، شما گفتید با خانواده تشریف آورده بودید اینجا. بله. برادرانی هم شما دارید که من میدونم اونها هم بسیار موفق هستن. بله. و میخواستم ببینم که شما فکر میکنید که آیا اونها هم مسیری که در زندگیشون طی کردن به وسیله خودشون و خواسته های خودشون بوده دنبال کردن، یا اینکه کسی در خانواده یا دوست و آشنایی بوده که اونها رو فرض کنید به اون حرفه‌ای که الان دسترسی پیدا کردن از طریق کجا بوده ریشش؟ نه اونا هم خودشون پیدا کردن. من 3 تا برادر دیگه دارم، یکیشون بله. تو آلمانه. بله بله. و 2 تاشون اینجا هستن. بله میشناسیشون. آره اونا هم خیلی شما رو دوست داره. بعدش همشون خودشون انتخاب کردن، بعضی هم بله. به زور یه کاری انجام میدن. درسته. بله. ولی خب اونطوری که مشخصه وقتی کار رو به زور انجام میدن دلشون باهاش نیست، حتما که به زور میشه، از روی علاقه نیست. ولی خب اگر باز همون کارم اگر از علاقم نبوده ولی پشت کار پشتش بوده باشه، موفقیت درش به دست میاد. درسته؟ بله درست میفهم. بعد وقتی که به موفقیت برسه همون کار لذت بخش میشه. بله دیگه. درسته؟ اگر شما یه چیزی مثلا مثل یه درخت میمونه، درخت اگه بزرگ بشه واقعا بله. آدم اینجوی میکنه دیگه. دقیقا. لذتشو میبره. درسته. همون هم که میدونی که من خیلی درخت روز دوست دارم. درست بر شما. آفرین. این درخت های روز وقتی بزرگ بشن آدم لذت میبره. درسته. وقتی گل میدن دیگه. آفرین. بله. وقتی هر کاری بکنی اگه به یه جایی برسه آدم لذت میبره. درسته. خوشحال میشه. آفرین. حالا پول در بیاد یا پول در نیاد وقتی انجام بدین لذتشو میبره معمولا. درسته. بیشتر موقع هم که آدم انجام میده پول در نمیاره، ولی بله. لذت میبره که یکی رو کمک میکنه. آفرین. من همین جان هدف اصلی من از این برنامه و این مصاحبات کمک هستش به دوستان و هموطنان عزیزمون در سراسر دنیا که بتونن اونها هم مسیر موفقیت رو در زندگیشون طی بکنن و به تمام خواسته ها و اهدافشون برسن و بتونن هدفهای خوبی رو انتخاب کنن برای آیندهشون، و راهنمایی ها و صحبت های ما شاید بتونه براشون مثمر ثمر باشه برای اینکه انتخاب صحیح بکنن و هدفشون رو سفت و محکم در دست بگیرن و با پشت کار و قاطعیت دنبالش کنن و سختی های توی مسیر مشکلی براشون ایجاد نکنه. بعد در هر صورت همین جان یه سوال دیگه که میخواستم بکنم، اگر شما لطف بکنید از دید خودتون فکر میکنید راهنمایی مثبتی میتونید بکنید برای جوانان ما یا هر کدوم از هموطنان ما، هر احتیاجی شاید یا هدفی در زندگیشون دارن، چه جور طرز تفکری فکر میکنین میتونه کمک کنه اونها رو به اون اهدافشون یا احتیاجاتشون بهتر دسترسی پیدا کنن؟ مهمترین چیزی که من میتونم بگم که هر کسی میتونه انجام بده این کتابایی که خوندم، این سمینارهایی که رفتم، مهمترینش بهش میگم positive mental attitude. آفرین. positive mental attitude یعنی روش مثبت اندیشی. مثبت واقعا همه چیز رو نگاه کنین. بله. هیچی رو نگاتیو نگاه نکنین. دقیقا. اگر نگاتیو نگاه کنین نگاتیو میاد، اگر هم پازیتیو نگاه کنین پازیتیو میشه. دقیقا. حالا اگر پازیتیو نگاه کنین نگاتیو شد، حالا دیگه بعضی موقع شانس آدم هم خراب میشه، ولی اگر همه چیز رو ما واقعا مثبت نگاه کنیم، بله، eventually مثبت خواهد شد. پس
من فکر میکنم پند امروز ما این مثبت اندیشی هستش که تا اونجا که ممکنه هموطنان عزیز ما در هر جای دنیا که هستن افکار منفی نذارن رخنه کنه توی سرشون و پاکسازی کنن هر گونه فکر منفی رو، اجازه ورود بهشون ندن و سعی کنن مثبت اندیشی رو قوی تر بکنن نسبت به اهدافشون و خواسته هاشون و آرزوهاشون و اینکه شاید که به این وسیله خوشبختی شیرینی رو بتونن در مسیر زندگی تجربه بکنن. بله. درسته؟ درسته. وقتی مثبت آدم باشه تو هر پرسونال ریلیشنشیپی، تو بیزنسی، همه چی پیشرفت میکنی دیگه. درسته. باید پازیتیو نگاه کنی. بله. پس یعنی حتی موقعی که فرض کنید شما سهامتون دارید ترید میکنید، اگه سهامتون میبینید قیمتش پایین افتاده، با مثبت اندیشی به چه صورت این مسئله رو در دست میگیرید؟ وقتی که قیمتش میاد پایین، یعنی اول از اون باید اگر مثبت باشین که مثبت فکر کنین، وقتی مثبت فکر کنین استاکی که پیدا میکنین، معمولا این استاکی که پیدا میکنین چون که مثبت داری فکر میکنی استاک بهتر پیدا میکنی تا بدتر. اگر آدم هایی فکر کنه آه من بدبخت شدم، بیچاره شدم، هرچی هم که میری دنبالش همون بدبختی و بیچارگیه. ولی اگه از صبح بگی که نه من دنبال یه دونه بیزنس خوبی هستم، دنبال یه کار خوبی هستم، خب یه چیز خوب هم میاد دنبالت. ولی اگه دنبال بد باشی بد میاد دنبالت. درسته. در نتیجه اگه چیز خوب پیدا کنی هیچ وقت پایین نمیره دیگه. بله. اگر هم حالا یه ذره رفت پایین میزنی تو کلت، ولی بیشتر میتونید تو کلتون بزنید اگه خواستید، بس مسئله نیست. البته زیاد نزنید. میتونم ازتون بپرسم در ضمن در قسمت مسائل ملک و املاک، شما بیشتر املاک مسکونی خریداری میکنین یا غیر مسکونی و تجاری؟ کدومو بیشتر ترجیح میدید و کدومو بیشتر توصیه میکنید به هموطنان ما؟ من خودم معمولا مسکونی میخرم. بله. رزیدنشیال 99 درصد، 1 درصد کامرشیال. بله. چون که معمولا راحت تر میشه اجارش داد. بله. وقتی که اجاره بدین بهتره. این رزیدنشیال ها چون وقتی عد بذارین بیرون، این راحت رنتش میکنن، اجاره میکنن، ولی وقتی کامرشیال باشه نه. درسته. خب خیلی عالی هموطنان عزیز، وقت ما، برنامه امروز ما به پایان میرسه. امیدوارم که تونسته باشیم مسائل خوبی رو براتون عنوان کرده باشیم و ما تا برنامه آینده ازتون خداحافظی میکنیم. باشد که روزگار خوب و شیرینی سپری کنید تا باز ما با شما باشیم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. ICM.